من سمیرا هستم و 27 سالمه و با شوهرم زندگی میکنم. طبق گفته اطرافیانم من آدم خیلی صبور و درستکاریم. راستش رو بخواین از بچگی سر به راه بودم. همیشه از بهترین بچه های خانواده بودم و در این ماجرا منو پیش اونا عزیز کرده بود. یه جورایی بین تموم بچه ها از همه بیشتر دوستم داشتن و بهتر ازم مراقبت میکردن. و این باعث شده بود که بعضی وقتا خواهر برادران به هم حسودی کنن و با هم دعوا کنن. اما این باعث نمیشد فاصله بینمون بیفته. خانواده من یه خانواده پر جمعیت بود. ما خیلی با هم گرم و صمیمی بودیم. بابام خیلی رو ازدواجمون حساس بود و سخت گیر و به همین خاطر اصلاً موافق ازدواج توی سن کم نبود. یه جورایی هیچ وقت نمیذاش آدمای اشتباهی وارد خانواده‌مون بشه و همین هم باعث شده بود که خانواده ما همون جوری جفی داشته باشه که همیشه صمیمی بود. بابام شغلش آزاد بود. یه مغازه تو بازار داشت و فرش می‌فروخت. درآمدش هم خوب بود و ما راضی بودیم. اون آدم زیاده خواهی نبود و این اخلاق و مرامش هم باعث شده بود که ما اونو الگوی خودمون قرار بدیم و تقریبا هممون راه اونو ادامه می دادیم. مامانم خونه داری می کرد و ما دخترها دوروبرش می پلکیدیم. هر بار که برای خواهرای بزرگترم خواستگاری می اومد، بابام به شخصه می رفت و راجع به اون خانواده تحقیق می کرد. اون بدون فکر و تحقیق اجازه وصلت نمی داد. و این خیلی خوب بود. بابا هیچ وقت بابت تحقیق کوتاه نمی اومد. زندگیمون خوب می گذشت و هر بار یکی از ماها می رفت سر زندگیش و جمعیت خانوادمون روز به روز کمتر می شد. کم کم نوبت من رسید. خواستگارهای زیادی داشتم، اما بابام همونطور که گفتم سخت گیر بود و این باعث شد که چند باری خواستگارها رو رد کنیم. تا اینکه یه روز یه خواستگار برام اومد که بابا نتونست نبگه. اون از فامیل‌های دور بابا بود و همه به خوبی اونا رو میشناختن. همه از اونا تعریف میکردن و میگفتن خانواده یه خیلی خوبی هم. برای تک پسرشون اومده بودن خواستگاری من. تک پسر که عرض میکنم معلم بود و پسر خوبی به نظر میومد. دروغ چرا، توی همون نگاه و روز اول ازش خوشم اومد و دلم رو بهش دادم. مادرش کلی از پسرش تعریف کرد. گفت از اون بهتر تو دنیا نیست. هرچند که اغراق میکرد. اما اونقدر که خانواده خوبی بودن که بابا اصلا به تحقیق فکر نکرد. و همون اول هم گفت موافق. و باقی ماجرا رو به من سپرد. منم که از خدا خواسته فوری بله رو دادم. مراسم هایی که برای ازدواج لازم بود رو خیلی خوب و قشنگ و آبرومندانه برگزار کردیم و من و نیما رفتیم سر زندگیمون. نیما یه شریک زندگی عالی بود. در واقع از هیچ لحاظی برام کم نمیذاشت و من هر روز از اینکه اونو انتخاب کرده بودم لذت میبردم. خیلی زود با هم صمیمی شدیم و جدای از زن و شوهر تبدیل شدیم به دوتا رفیق. دوتا رفیق صمیمی که حاضر بودن به خاطر هم هر کاری بکنن. ما تصمیم گرفتیم خانوادمون رو 3 نفره کنیم. به خاطر همین راجع به بچه دار شدن با هم صحبت کردیم. نیما هم راضی بود و خوشحال. ما خیلی زود اقدام کردیم و آزمایشات لازم رو انجام دادیم. خدا رو شکر از لحاظ بارداری مشکلی نداشتیم و من خیلی زود باردار شدم. چند ماهی گذشت و فهمیدیم بچه‌مون پسره و این موضوع برامون خیلی خوشایند بود. مدتی که من باردار بودم نیما حواسش خیلی بهم بود. نمیذاش کار سنگین انجام بدم و به خاطر مراقبت‌های اون دوران بارداری خیلی آسون و بی درد سر گذشت و تموم شد. خلاصه پسرم به دنیا اومد. زندگیمون رنگ و روی جدیدی گرفت. زندگیمون خیلی قشنگ و وصف ناشدنی بود. پسرمون هر روز بزرگتر از روز قبل می شد و ما از بزرگ شدنش کیف می کردیم. وقتی پسرم یه مقدار بزرگتر شد تصمیم گرفتیم که دوباره بچه دار بشیم.
همزمان با اینکه من می‌خواستم بچه دار بشم، خواهر شوهرم هم همین تصمیم رو گرفت. به همین خاطر با خواهر شوهرم رفتیم دکتر و آزمایشات لازم را انجام دادیم و از اونجایی که خدا می‌خواست هر دوتامون هم باردار شدیم. بچه هامون هم سن هم می‌شدن. خیلی دعا می‌کردیم که دوتاشون دختر باشن. ما هر دوتامون عاشق دختر بودیم و خدا هم دلش خواست ما به آرزومون برسیم. آخرای دوره بارداری بودم که حواسم نبود و از رو پله‌ها سر خوردم. ضربه بدی به هم وارد شده بود. درد عجیبی تو کل بدنم پیچید. برای اینکه زودتر جلوی اتفاقهای بد رو بگیرم، به همسرم زنگ زدم تا خودش رو به خونه برسونه. اونم خیلی زود خودش رو رسوند و ما رفتیم بیمارستان. نگران بودم مبادا بلایی سر بچم بیاد. خیلی استرس داشتم. اما در نهایت اتفاقی که نباید افتاد. اون روز من بچم رو از دست دادم. خیلی ناراحت شدم. بارها خودم رو سرزنش کردم. اما نیما می گفت این فقط یه اتفاق غیر منتظره بوده و نباید خودم رو سرزنش کنم. یکم بعد بچه ی خواهر شوهرم به دنیا اومد. اما من حالم بد بود. نتونستم برم به اون سر بزنم. قرار شد وقتی حال روحیم بهتر شد اونجا برم. اون مدت رو پیش روانشناسای مختلفی رفتم و باهاشون حرف زدم تا حالم بهتر شد. من کم کم تونستم با این اتفاق کنار بیام. اما بعدش اتفاقهای خوبی برام نیفتاد. بعد از مدتی به خاطر اینکه خواهر شوهرم ازم ناراحت نباشه رفتم خونش. اون شب خیلی بهمون خوش گذشت. اما بعدش دیگه خوب نبود. داشتم میگفتم که پسر بچه یکم سن و سالم و خونه فامیل تنها گذاشتم. اما آبرو ریزی بدی شد و معلوم شد بچه‌ام با دخترش موقع بازی باعث شده که اون دختر کوچولو از رو پله ها بیفته و به شدت آسیب ببینه. دخترشون کوچولو بود و تقریبا 8-9 ماهه. خواهر شوهرم که بچهش از پله ها افتاده بود عصبی بود. خیلی زود اومد سراغم و داد و قال راه انداخت. به هم گفت از قصد به پسرم گفتم که اونو از پله ها بندازه. چون من حسودیم میشه. حتی صدام زد روانی و به هم توهین کرد. از شنیدن این حرف ها ناراحت شدیم. چه من و چه شوهرم. اما خب چون تازه از یه حال روحی بد بیرون اومده بودم ترجیح دادم چیزی نگم. هرچند بعد از گذشت یه مدت بهش زنگ زدم که براش توضیح بدم که اصلاً اونی که فکر میکنه نیست. این ماجرا باعث شد که رابطمون با همدیگه قطع بشه و دیگه همدیگه رو نبینیم. خیلی از این موضوع ناراحت بودم. از اینکه بیگناه بودم و مقصر شناخته شدم. یه مدت زندگیمون همینطوری میگذشت. تا اینکه یه روز وقتی تو خونه بودم صدای در اومد. در رو باز کردم و دیدم خواهر شوهرم با چشم گریون پشت دره. دخترش هم تو بغلش بود. ازش پرسیدم چی شده؟ بدون هیچ حرفی سرش رو رو شونم گذاشت و یه دل سیر گریه کرد. بعد از اینکه آروم شد بهم گفت که یه روز همسایه‌شون صدای زده تا بره و فیلم ضبط شده یه دوربین رو ببینه. اون موقع متوجه میشه پسر من اصلا کاری نکرده. در واقع اونی که میخواسته دخترش رو از بین ببره شوهر خودش بوده. میگفت که آره شوهرش اینو تایید کرده. میگفت شوهرم گفته میخواستم از دست شما دوتا خلاص بشم و برم دنبال عشقم. مثل اینکه اون عاشق یه نفر دیگه شده بوده. خلاصه اون ازم کلی معذرت خواهی کرد و منم بخشیدمش. حالا که به عقب نگاه میکنم خدا رو شکر میکنم که بیگناهیمون اثبات شد و خدا هوامون رو داشت. خواهر شوهرم از همسرش طلاق گرفت. حالا تنها زندگی میکنه. نمیدونم چه بلایی سر شوهرش اومد. فقط میدونم بعد از یک مدت اون دختر هم ازش طلاق گرفت و اون از این شهر رفت. زندگی من و همسرم خیلی خوبه و تازگی ها یه دختر کوچولو هم داریم. با وجود دخترم زندگیمون دیگه تکمیله.